درود خدمت همه دوستان عزیز امروز نکته بسیار مهم برای امتحان به و به اصفای رو براتون آماده کردم که هم در قسمت شغفلیش میاد قطعا و هم در قسمت موندلیش اگر ازش استفاده بکنین میتونید نمره خیلی خوبی بگیرید علاوه برای تو زندگی روزمره هم خیلی کاربرد داره و اون روش ابراز علاقه کردن به یک چیزیه خب که فرمول بندیش زیش انتقسیرن یعنی علاقه داشتن همیشه هم با فیو میاد فیو برای چیزی همیشه هم بعدش اکوزاتیو میاد خب من چند تا نمونه براتون اینجا نوشتم به طور مثال مانش وستا انتقسیت زیش فیو پولیتیک خب یعنی من خواهر من علاقه داره به پولیتیک ف... فعلش هم رفلکتیوه یعنی با زیش میاد ایش انتقسیق میش زی زیش فیو اتفاس خب و جمله بعدی نوشته ایش انتقسیق میش نیشت dafür. خب یعنی همون من علاقه ندارم بهش چون اونجا حرف ربطش فیو بوده با که بخواید ارجا بدید به اون میشه دا dafür. مثال بعدی زی انترسیت زیش نیشت فیو گشیشته ببینید کجا نشسته منفی کرده جمله رو میگه اون علاقه به گشیشته و تاریخ نداره چه شیجوری رفلکتیو اونسه وی انترسیغن اونس زیر فیو فوسبال یعنی ما خیلی علاقه داریم به فوتبال همیشه هم میتونید با فائل جمله رو شروع نکنید فل جایگاه دو میگیره و جای یک و جای سه با هم دیگه عوض میشه یعنی به مثال به جای اینکه بگید ایش انترسیر میش زیر فیو شپورت بگید فیو شپورت ایش میش زیر خب اینجوری دیگه جملاتتون هم تکراری نمیشه این تو امتحان ارز کردم تو امتحان B1 هم در قسمت شقفلیش جای خالی میاد و هم در قسمت صحبت کردن مثال بعدی نوشته ایش میش فیو اندق لندا اون کلتوغ یعنی من علاقه دارم به کشورهای دیگه و فرهنگاشون حالت آخر که براتون نوشتم حالت کنیونکتیوه که معمولا تو امتحان B1 نیست برای دوستانی که امتحان B2 دارن کار بردیه. موقعی که شما میخواد یه چیز رو در حالت در از تخیلی بیان کنید و یا مستقیم نگید یه چیز کنیونکتیو یعنی یه چیزی که وجود نداره و به طور مثال اینجا نوشه به جای که بگید ایش انتقاسی میش فیو دیزن واگن یعنی من برای این ماشین به این ماشین علاقه دارم میگید ایش وورد میش فیو دیزن واگن انتقسیقه. یعنی من تمایل دارم به این ماشین حالا در ذهنمه یعنی حالا اینکه به عمل برسه یا نه مشخص نیست خب اینم یه مدل صحبت کردنه که دوستان که امتحان به اینس دارن هم میتونن ازش استفاده کنن خب قطعا نمره بالاتری میگیرن چون اونی که امتحان میگیره میبینه که شما قواعد بیشتری بلدید حالا نکته بسیار مهم حالت اسم اینتقسیغن هستش خب که میشه داس اینتقسه میبینید آخرش ای داره همیشه فکر میکنیم که هر چیزی که آخرش ای داره دیه یا فمینینه مؤنثه ولی اینطوری نیست اینجا حالت استثنا داره که داست اینترس است و حرف ربطش هم آن هستش بعدش هم داتیو میشینه این بسیار مهمه به طور مثال میتونید بگید که ایشاب فیل viele شپورت لیزن هند آبایت مثلا یعنی من خیلی به چیزهای مختلف علاقه دارم ورزش کردن کتاب خوندن و کار با دست کارهایی که با دست انجام میشه مثل کار دستی درست کردن و این چیزا پس چی شد؟ پس اینترسه داس هستش جمله بعدی احت کاین اینترسه تخصه انفوسبال کاینه نیستا کاین چون حالت نویتخال هستش و خونسا هستش داس اینترسه پس کاین اینترسه احت کاین اینترسه انفوسبال میبینید حرف ربطش هم عوض شد یعنی تو انتق... زیش انترسیرن فیرو بود ولی اینترسه خالی اگه باشه داست انترسه باشه حرف ربطش آن هستش بعدش هم داتیف میشینه خب ولی میخواد بگید من علاقه به فوتبال ندارم میشه ایش ها به داغن. خب اون قبلی گفتش ای حد اینترس آن فوتبال ایش ها به داغن. یعنی به اون دیگه فوتبال تکرار نمیشه بلکه دا میگیره یعنی داغان یعنی به اون جمله بعدی زیحت هات گروسس اینترس ان تما میگه اون علاقه خیلی زیادی داره به این تما به این موضوع میبینید گروس چون داس اینترس است شد گروسس ان دیزم تما بعدش داتیوه دیگه و جمله آخرم حالت کنیونکتی یعنی همون حالتی که در از وجود خارجی نداره یه چیزی ما به این هستش که به جای اینکه بگید ایش ها به انترس اندیزا وونونگ یعنی من علاقه دارم به این خونه میلی بعد آن دیزا اومده حالت داتیو مؤنث یا فمینین که میشه دیزا ار میگیره خب حالت کنیونکتیوش میشه ایشهته هته ایش هته اندیزا ان وونونگ مثلا شما میخواد یه خونه رو کرایه بکنید یه خونه رو دیدید به طرف میگه ریشه ته اینترسان دیزاونو یعنی من حالا علاقه دارم به این خونه حالا باید ببینیم کنار میایم با هم دیگه به فرض سر کرایه حالا چیزهای دیگه یا قیمت خونه یا هر چیزی دوستان این نکته بسیار مهمی بود که هم تو روز زندگی روزمره به کارتون خواهد اومد هم در امتحانهای زبانی که پیش و رو دارید و مطمئن باشید که این جزو امتحان هستش امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید اگر میخواید تیپ های مثل این رو داشته باشید حتما عضو کانال بشید تا در جریان همه ویدیوها قرار بگیرید تو کانال ویدیوهای امتحان به اینز هست به امتحان پلیتیک یا همین اینبورگ است. هست. هست کلی جملات کاربردی آلمانی قواعد و گراماتیک و سوالات گواهینامه نامه آلمان جایتن سوالات گواهینامه آلمانی هستش نمونه های عملی امتحان گواهینامه نامه هستش که مطمئنا به کارتون خواهد اومد امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید تا ویدیو بعد بدرود